اخیراً خبری تحسین برانگیز و هیجان‌آور از جوانان و زنان در ایران ستون حکومت فسیلی جمهوری اسلامی و دار و دسته لات‌هایش را به لرزه درآورد. بعد از مقاومت و اعتراض شدید مردم با گشت ارشاد برای رهایی یک دختر در یکی از ایستگاه‌های شرق تهران، در تازه‌ترین رویداد رخ داده این بار در شمال شهر تهران و در درکه، برخورد شجاعانه مردم باعث خشم حکومت شد. پلیس که در طی 30 سال و اندی به جای خدمت به مردم و ایجاد آرامش فقط و فقط سوهان روحی مردم و دشمن جوانان و زنان بوده، این بار در ساعت 12 شب چهارشنبه 18 مرداد سعی در دستگیری دختر جوانی کرد که از نظر این جماعت عقب افتاده و وحشی نوع پوشش مناسبی نداشته است که با مقاومت شدید و سخت این دختر و برادر او مواجه می شوند. این مقاومت تحسین برانگیز در برابر اعزل و اوباش حکومتی با همراهی مردم و سایر جوانان و زنان همراه شده و مردم به جان آمده از این حکومت فاسد با مأموری درگیر شده و دست به اعتراض میزنند و خشم خود را با صدای رساتر فریاد زدند. این تنها پایان کار نبود. مأموران وحشت زده از اعتراض مردم برای رهایی خود چند دختر جوان دیگر را نیز از ماشین پیاده کرده و پا به فرار گذاشتند و نیم ساعت بعد چماقداران و چاقو به دستان نظام برای برخورد و انتقام از مردم بی سلاح و بی دفاع به محل حادثه یورش برده، با عربده کشی و ایجاد رعب و وحشت اقدام به بازداشت چندین نفر نمودند. تحقیر این حکومت فاسد در روزها و ماهای اخیر و تحقیر بی سابقه این نظام نه تنها در داخل کشور بلکه در خارج کشور باعث خشم و وحشیگری سران شده، دیوانوار به جان مردم بی دفاع افتادند. در حمایت از این حرکت شجاعانه مردم و زنان و جوانان، سازمان جوانان کمونیست ضمن تحسین این حرکت سایر مردم را برای گوشمالی دادن ماموران سرکوب رژیم در شرایط اینچنینی تشویق و حمایت می نماید. باید جواب جمهوری اسلامی را با اعتراض داد. به امید آزادی همه مردم و جوانان و زنان در ایران، مرگ بر جمهوری اسلامی.